اطفال نازنین و دوست داشتنی، سلام. امیدوار هستم صحتمند باشین، همتان خوش و خوشحال آمده باشین که قسمت دوم قصه را بشنوین. قصه زهره و روز بارانی را بشنوین. ما براتان کم کم میگم که ما شما تا کجا رسیده بودیم. ما شما در او قسمت رسیده بودیم که زهره بسیار ترسیده بود از شکستن شاخچه‌های درخت‌ها، از رعد و برق، از باران بسیار خنک خورده بود که دفعتن صدای کاکای خودش شنید. کاکایش آمد و همراهش چی کرد؟ کمک کرد، دستورویش خوش کرد و بالا پوشش که آورده بود جانش کرد تا زهره چی شوه؟ گرم شوه. بسیار خوب. حالا در این تصویر ببینین، در این تصویر ببینین که زهره در بغل کاکایش است و بسیار خوش معلوم میشه که باز در اینجا چی نوشته شده ما براتان میخوانم. دست های زهره بسیار سرد بود و فکش از خنک میلرزید. ما شما علاشه هم میگیم، نه علاشه میگیم، فک میگیم. از خنک میلرزید، علاشهش از خنک میلرزید. کاکایش برایش بسیار متاثر شد و به بسیار محبت برش گفت: زهره بچم، تو که در بالا پوش هم گرم نشدی، پس بیا در آغوش من. ایره در آغوش یا در بغل خود گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر که زهره هنوزم گرم نشده بود، میلرزید، علاشهش میلرزید. کاکایش او را با آغوش گرفت و برایش تسلی داد که حالا در چند دقیقه به خانه می رسیم. خانه که رسیدم گرم میشی و چای گرم گرم می نوشی. زهره برفای کاکایش بسیار خوش شد و به کاکایش دعا کرد. خوش خوب ببینین دخترک هوشیار، وقتی که کاکایش امرایش خوبی کرده، باز او هم در اول از پیشش تشکر کرده و بعد از او که او را در بغل گرفته و گرم آمده وجودش، دیگه باز برش دعا هم کرده. بسیار خوب. و کاکایش چقدر آدم مهربان بود، برش چه خوب گپایی زده. باز زود خانه میرسیم، برات چای گرم میتم، دیگه هم تو گرم میشی. ببینیم که در این تصویر دیگه چقدر زور خوش است، به طرف کاکایش خنده کرده. ببینیم که چی نوشته شده که قدر خوش است. ما براتون میخوانم. کاکایش از دعای زهره بسیار خوش شد. کاکای زهره از زهره تعریف کرد و گفت: کاکایت فدایت شود، تو یک دختر بسیار هوشیار و قوی هستی و در سایت زیاد توجه کن و کوشش کن، انشالله در آینده یک معلم، دکتر و یا انجینر لایق میشی. زهره از خنان و مهربانی کاکایش بسیار خوش به نظر میرسید و تبسم به کاکایش گفت. خب ببینیم که زهره چی گفته برش به کاکای خود، چقدر خوش است. کاکا جان، من میخوام دکتر شوم. کاکایش با خوشی برایش گفت: زهره بچم، وقتی کوشش کنی حتما به هدف خود میرسی و انشالله حتما دکتر میشوی. خب ببینیم چقدر این کاکا و این برادرزاده عزیز زهره چقدر آدمای خوب بودن. خب دیدن که ای کاکایش چقدر آدم خوب است، چقدر دخترک تشویق کرده. زهره چقدر دختر لایق است، انتخابش وقت معلوم است که ای باید در آینده چی شود؟ دکتر شود. و کاکایشم بسیار آدم خوب است، ایره تشویق کرده که درس بخوان، کوشش کو. زهره خوش بود و دیگه نمی لرزید. بسیار خوب. ببینیم که باز چی شده. در این تصویر میبینید که زهره در وسط در بین مادر و پدر شیشته و خنده میکنه، چقدر خوش است. بخانم که باز چی نوشته شده در این قصه. زهره با کاکایش به خانه رسیدن. پدر و مادر زهره با دیدنشان بسیار خوش شدن. پدر و مادر زهره از کاکای زهره تشکری کردن. خب بسیار خوب. اینه ببینین که پدر و مادر زهره هم بسیار خوش شده از کمک کاکای زهره و ازش تشکری کرده. و در این تصویر باز برش چی گفته پدر زهره و برادر خود باز چی گفته. پدر زهره گفت: برادر، بزرگان گفتن برادر در روزای سخت به درد می خورد. تو برادر خوب من و کاکای مهربان زهره هستی. بسیار خوب. بسیار خوب. غیر از این که تشکری کرده و از برادر خود
و گپای بسیار خوبم برش زده که در روزهای بعد برادر به درد برادر میخوره، امرایش کمک میکنه و تشکری کرده که از زهره ای حمایت کرده و امرایش کمک کرده، امرایش در روز بسیار سخت که ترسیده بود امرایش کمک کرده، خدا برش رسانده. خب حال رسیدیم به ختم قسمت دوم این قصه، ببینیم که بعد از این زهره چی کارا کرده، مادرش برش چی گفته، آیا زهره گپای کاکای خدا در گوش گرفته، در درسایش کوشش کرده یا نکرده و قصه بالاخره چی میشه. دیگه بسیار قصه جالب است، بسیار قصه خوب است، مرا خوب بسیار خوشم آمد. وقتی که یک کسی در یک جای زندگی میکنه باید امرای کلانا، بزرگا، امرای اطفال باید کمک کنن و اطفال هم باید احترامشان را داشته باشه، از بزرگا تشکر کنن، برشان دعا کنن. قسمی که امی دخترک زهره، دختر هوشیار که در صنف دوم و مکتب بود، ای کار کرده. تا ای که به قسمت سوم قصه برسیم، شما فکر کنین که چی شده باشه در قصه، دیگه چی گپا شده باشه، زهره چی کارا کرده باشه. دیگه شما را به خداوند میسپارم، خدا کنه قصه خوشتان آمده باشه. فکر کنین و تا قسمت سوم قصه شما را خداحافظ، وقتتان خوش.